سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. ما امشب اومدیم به مرکز تهران، به خیابون 30 تیر که اصلی ترین استریت فود در ایران هستش. میدونم قبلا چند باری از این خیابون ویدیو گرفتیم، اما انقدر که حالا هواش خوبه و درخواست هم داشتیم دوباره اومدیم و این خیابون رو ببینیم و براتون ویدیو تهیه کنیم. ما بعد 30 تیر به گذر گردشگری باب همایون میریم که اونجا هم فوق‌العاده دیدنیه و اون استریت فود رو هم بهتون نشون میدیم. پس پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو مثل همیشه همراه ما باشید. دوستان و همراهان عزیز و همیشگی، اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، ویدیو رو برای دوستاتون شیر کنید تا این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه، و اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید و از این مدل ویدیوها خوشتون میاد، ما سعی میکنیم که جاهای متنوع و دیدنی ایران رو بهتون نشون بدیم. کانال رو سابسکرایب داشته باشید که ویدیو جدید گذاشتیم بتونید ببینید. باز از همراهیتون، از حمایتتون واقعا ممنونیم. یک سری از شما دوستان همیشه پشت ما هستید، همیشه حمایت میکنید و ازتون واقعا سپاسگزاریم و ممنونیم. Var mı kalacak? Var mı? 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 Var mı
Thank you.
از خودش آره دستم بنده مرسی دستم بنده مرسی دوستان الان که دارم این ویدیو رو میگیرم تقریبا ساعت 11 و نیم شب اینجا، حتی ساعت 1 شب هم که شما بیاین همینطور مردم پر جنب و جوش و خیلی با آرامش و خیلی اوکی دارن غذا انتخاب میکنن و غذا میخورن و واقعا حس و حال خیلی خوبی داره اینجا. خب ما مخاطبا و بیننده های زیادی داریم از سراسر دنیا، از ژاپن بگیرید روسیه تا مکزیک، آرژانتین، شیلی، برزیل، آمریکا، اروپا و خیلیاتون تو کامنت ها خیلی تعجب میکردید که مردم تا ساعت پایانی شب تو ایران در حال به قولی قدم زدن و پیاده روی کردن و لذت بردن هستن. شما تو کشوری که دارین زندگی میکنید به ما بگید که این شبگردی تو ساعت های چنده، یعنی تو ساعت چند شما میتونید توی شهرتون، کشورتون اینجوری قدم بزنید و لذت ببرید، تو قسمت کامنت ها به ما بگید. دوستای عزیزم، خیابون سی تیر رو دیدیم که اصلی ترین استریت فود توی ایران هستش. امیدوارم که لذت برده باشید. الان میخوایم بریم با هم دیگه به گذر گردشگری باب همایون که اونجا هم یکی دیگه از استریت فود های ایرانه، در نزدیکی همینجا هسته، شاید بگم پیاده نهایتا 7-8 دقیقه راهه. بریم با هم دیگه گذر گردشگری باب همایون رو ببینیم. خب ما الان رسیدیم به گذر گردشگری باب همایون. اینجا میدون امام خمینی هستش یا همون توپخونه قدیم.
اینجا جدیدن، یعنی تو سال اخیر یه استریت فود باز کردن، یه گذر گردشگری به قولی باز کردن که خیلی فضای جالبی داره. بریم با هم دیگه اینجا رو ببینیم و یه توضیحاتی هم بهتون بدیم. Thank you.
خیابون سیه تیر و گذر گردشگری باب همایون کلن بیشتر شبها خیلی شلوغ میشه، خیلی فضای جالبی پیدا میکنه و تقریبا فکر میکنم تا ساعت یک شب اینجا باز باشه و بتونید بیاین و استفاده کنید. اینجا هم که به به سوغاتی و شیرینی های استان کرمانشاه هستش که بسیار خوشمزه است. اگه اومدید اینجا حتما شیرینی های استان کرمانشاه رو امتحان کنید. تان کلن ایران شیرینیاش محشره دیگه، کسایی که امتحان کردن که میدونن من چی میگم. همراهان همیشگی خیلی ممنونیم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید، ممنونیم که ما حمایت میکنید، امیدواریم که لذت برده باشید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید، هر پیشنهادی انتقادی دارید بگید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتونم هر جای دنیا که هستید باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.